وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحيم به نام الله بخشنده مهربان طه تا ها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به رنج افتی الا تذکرة لمن یخشى بلکه آن را فرستادیم برای پند دادن هر کسی که از الله پروا می کند تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا این قرآن از سوی کسی فرستاده شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است الرحمن على العرش استوى پروردگار رحمان بر عرش قرار گرفت له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى آنچه در آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک پنهان است از آن اوست و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى و اگر سخن آشکار بگویی یا آن را پنهان داری بیگمان او راز نهان و حتی نهانتر از آن را نیز می‌داند. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى او الله است که هیچ معبودی به حق جز او نیست نیکوترین نام‌ها از آن اوست و هل اتاك حدیث موسی و ای پیامبر آیا خبر موسی به تو رسیده است اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هنگامی که آتشی را از دور دید و به خانواده اش گفت لحظه ای درنگ کنید همانا من آتشی را دیدم شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا کنار آن آتش راه نمایی بیابم فلما اتاها نودی یا موسی پس چون نزد آن آتش آمد ندا داده شد که ای موسی اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا به راستی که من پروردگار تو هستم پس کفش هایت را درآور که تو در سرزمین مقدس طوا هستی وانا اخترتك فاستمع لما يوحى و من تو را به پیامبری برگزیدم پس به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری یقیناً من الله هستم هیچ معبودی به حق جز من نیست پس مرا پرستش کن
و نماز را برای یاد من برپای دار. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بی تردید قیامت خواهد آمد، می خواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و عملی که انجام می دهد جزا داده شود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خود پیروی می‌کند تو را از یاد آن باز دارد که هلاک خواهی شد. و ما تلك بيمينك يا موسى. و ای موسی، آن چیست به دست راستت؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان را فرو می ریزم و مرا با آن کارهای دیگری نیز هست که برآورده می کنم. قال القها يا موسى. الله فرمود ای موسى آن را بیفکن. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. پس موسى آن عصا را افکند و ناگهان تبدیل به ماری شد که به سرعت به هر سو میخزید. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. الله فرمود آن را بگیر و نترس، به زودی آن را به شکل اولش باز میگردانیم. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى. و دستت را در بغل کن تا بدون هیچ گزندی به عنوان معجزه دیگر سفید و درخشان بیرون آید. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. تا برخی از نشانه های بزرگ قدرت خود را به تو نشان دهیم. اذهب الى فرعون انه طغى. اینک به سوی فرعون برو که بیگمان او سرکشی کرده است. قال رب اشرح لي صدري. موسا گفت پروردگارا سینه ام را گشاده گردان. و یسر لی امری. و کارم را برایم آسان گردان. و حلل عقدة من لسانی. و گره از زبانم باز کن. یفقه قولی. تا سخنانم را بفهمند. و جعل لی وزیرا من اهلی. و برای من یاوری از افراد خاندانم قرار ده. هارون اخی. هارون برادرم را. اشدد به ازری. با او پشتم را استوار گردان. و اشرک فی امری. و او را در کار رسالت من شریک ساز. کی نسبحک کثیرا. تا تو را بسیار تسبیح بگوییم. و نذکرک کثیرا. و بسیار یادت کنیم. اینک کنت بنا بصیرا. بی تردید تو به حال ما خوب بینایی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. الله فرمود ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد. ولقد مننا علیک مره اخرى. ما بار دیگر نیز بر تو منت نهاده ایم و نعمت بخشیده ایم. اذ اوحینا الی امک ما یوحا. هنگامی که به مادرت آنچه را که باید وحی می شد وحی کردیم. ان قذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له.
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. که او را در صندوقی بگذار، آنگاه آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل افکند، تا دشمن من و دشمن وی او را برگیرد، و بر تو از جانب خود مهری در دلها افکندم تا زیر نظر و تحت حمایت من پرورش یابی. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم على من یکفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. آنگاه که خواهرت در کنار رود همراه با صندوق تو راه می رفت و به کسی که تو را از آب گرفت گفت آیا می خواهید کسی را به شما نشان دهم که سرپرستیش را به عهده گیرد؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به دیدارت روشن شود و اندوهگین نباشد، و بعدها تو شخصی قبطی را کشتی و ما تو را از اندوه و گرفتاری نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم، پس از آن سالها در میان مردم مدین به سر بردی، آنگاه ای موسی بر طبق تقدیر الهی برای رسالت به اینجا آمدی. و تو را برای خودم خاص ساختم و برای پیامبری پرورش دادم. اذهب انت و اخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اینک تو و برادرت با آیات من برای دعوت مردم روانه شوید و در ذکر و یاد من سستی نکنید. اذهبا الى فرعون انه طغا. به سوی فرعون بروید که او سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که پند گیرد یا از پروردگارش بترسد. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. موسی و هارون گفتند پروردگارا، ما بیمناکیم که بر ما پیش دستی نماید و قبل از پایان دعوت آزارمان دهد یا سرکشی کند و آن را نپذیرد. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا. الله فرمود نترسید، من با شما هستم و همه چیز را می شنوم و می بینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پس به نزد او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگارت هستیم، بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و آنان را آزار و شکنجه نکن، به راستی که ما نشانه های روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و درود بر آن کسی که از هدایت پیروی کند. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. به ما وحی شده که عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و از ایمان روی بگرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت ای موسی پروردگار شما کیست؟
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسا گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته سپس آن را هدایت کرده است. قال فما بال القرون الاولى. فرعون گفت پس حال و سرنوشت نسل های گذشته چه می شود؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی ثبت است، پروردگارم نه اشتباه می کند و نه فراموش می نماید. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اوست که زمین را برایتان همچون گهواره‌ای محل آسایش قرار داد و در آن راه‌هایی ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد و با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم. قلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولی‌النهی. هم خود بخورید و هم چهار پایانتان را بچرانید، بیگمان در این امور نشانه هایی برای خردمندان است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. ما شما را از زمین آفریدیم و به آن باز می گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون می آوریم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. و به راستی ما همه نشانه های قدرت خود را به او نشان دادیم ولی او همه را دروغ پنداشت و نپذیرفت. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. آنگاه گفت ای موسا آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا. پس یقیناً ما نیز سحری مانند آن برای تو می آوریم، پس همکنون در مکانی هموار و مقبول هر دو طرف موعدی میان ما و خود قرار بده که نه ما و نه تو از آن خلاف نکنیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی گفت موعد شما روز عید زینت باشد که همه مردم پیش از ظهر جمع شوند. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. آنگاه فرعون بازگشت و تمام مکر و حیله خود را جمع کرد، سپس باز آمد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى به آنان گفت وای بر شما، بر الله دروغ نبندید که شما را با عذابی سخت نابود می‌سازد و یقینا کسی که بر الله افترا بندد ناکام و مأیوس می‌گردد. فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا. پس جادوگران در کارشان میان خود اختلاف کردند و به نجوا پرداختند. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. گفتند مسلما این دو نفر جادوگرند و میخواهند شما را با جادوی خود از سرزمینتان بیرون کنند و آیین و راه و رسم برتر شما را از بین ببرند. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. پس همه حیله و تدبیر خود را فراهم کنید و به کار بندید، سپس در یک صف برای مبارزه پیش آیید. امروز کسی رستگار خواهد شد که بر دشمن چیره گردد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ساحران گفتند ای موسی، آیا تو آنچه را با خود داری میافکنی یا ما نخستین کسی باشیم که میاندازیم؟ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. موسی گفت نه، بلکه شما بیافکنید. پس ناگاه ریسمان ها و چوب دستی های آنان از جادویشان چنان به نظر او آمد که گویی آنها به شتاب می خزند. فأوجس فی نفسی خیفت موسی. پس موسی در دل خود احساس ترس کرد. قلنا لا تخف انک انت الاعلى. گفتیم نترس، تو قطعا پیروز و برتری. و القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. و آنچرا که در دست راست خود داری بیفکن تا تمام آنچرا که ساخته اند ببلعد، بی تردید آنچه آنان ساخته اند فقط افسون جادوگر است و جادوگر هر جا باشد و هر چه کند رستگار نخواهد شد. فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. پس موسی عصای خود را افکند که به مار بزرگی بدل شد و ساخته های آنان را بلعید. آنگاه ساحران به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است، پس یقیناً دست و پای شما را برعکس یکدیگر از چپ و راست قطع می کنم و همگیتان را از تنه های نخل به دار می آویزم و آنگاه خوب خواهید دانست که عذاب و شکنجه کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. گفتند سوگند به آن که ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم، پس به هر حکمی که می خواهی حکم کن، تو فقط می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی. اِنَّا آمَنَّا
لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. براستی که ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچرا از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید و الله بهتر و پایدارتر است. انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. بیگمان هر کسی که در نزد پروردگارش گناهکار حاضر شود آتش دوزخ برای اوست، در آنجا نه می میرد و نه زنده می ماند. و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. و هر که مؤمن به نزد او رود و کارهای شایسته انجام داده باشد اینان درجات عالی دارند. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلك جزاء من تزکا. باغهای جاودان بهشت که جویبارها زیر درختان آن جاری است همیشه در آن خواهند بود و این است پاداش کسی که خود را از شرک و گناه پاک نموده است. ولقد اوحینا الی موسی ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. و به راستی ما به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه از مصر بیرون ببر، سپس برای آنان در دریا راهی خشک بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا بیم داری. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. آنگاه فرعون با سپاهیانش آنان را دنبال کرد و آب دریا ایشان را فرا گرفت و فرو پوشاند. و اضل فرعون قومه و ما هدا. و بدین سان فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت ننمود. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. ای بنی اسرائیل، به راستی ما شما را از چنگ دشمنانتان نجات دادیم و در سمت راست کوه طور با شما وعده گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما ترنجبین و بلدرچین نازل کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. از نعمتهای پاکیزهی که به شما روزی داده ایم بخورید و در آن زیاده روی نکنید که خشم من بر شما وارد می شود و کسی که خشم من بر او وارد شود قطعا نابود شده است. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. و بی تردید من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته نماید و آنگاه به راه راست آید. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. ای موسی، چه چیز موجب شد که جلوتر از قومت به سوی وعدگاه بشتابی؟ قال هم اولئی علی اثری و عجلت الیک رب لترضا. موسی گفت پروردگارا
آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خشنود گردی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. الله فرمود ما قومت را بعد از رفتن تو آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت جدایی من از شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود که وعده مرا خلاف کردید؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. آنان گفتند ما به اختیار خود با تو خلف وعده نکردیم، ولی بارهای سنگینی را که از زیورهای قوم فرعون با خود داشتیم در آتش انداختیم و سامری نیز آنچه با خود داشت انداخت. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آنگاه برای آنان مجسمه گوساله‌ای ساخت که صدایی همچون صدای گوساله داشت. پس سامری و پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود موسی است که آن را فراموش کرده و اینجا گذاشته است. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا ندیدند که این گوساله هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهد و هیچ سود و زیانی به آنان نمی‌رساند؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. و در حقیقت پیش از آن هارون نیز به آنها گفته بود ای قوم من، جز این نیست که شما با این گوساله امتحان شده اید و بی تردید پروردگار حقیقی شما الله رحمان است، پس پیرو من باشید و از فرمانم اطاعت کنید. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. آنان گفتند ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی به سوی ما بازگردد. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. چون موسی آمد گفت ای هارون، هنگامی که دیدی آنان گمراه شده اند چه چیزی تو را باز داشت؟ الا تتبعني افعصيت امري. چه چیزی تو را از پیروی من باز داشت؟ آیا از فرمانم سرپیچی کردی؟ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون گفت ای پسر مادرم، ریش و موی مرا مگیر، من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی. قال فما خطبك يا سامري. موسی گفت ای سامری، منظور تو از این کار چیست؟
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. او گفت من چیزی را دیدم که آنان ندیدند و مشتی از خاک پای فرستاده الله را برداشتم و در پیکر گوساله انداختم و هوای نفسم این کار را این چنین برایم آراسته جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسا گفت پس برو، بی تردید بهره تو در زندگی این است که چنان مطرود شوی که به هر کس که نزدیک تو آمد بگویی به من دست نزنید و تو موعدی برای عذاب خواهی داشت که هرگز از آن تخلف نخواهد شد و اکنون به آن معبودی که همواره در عبادتش بودی بنگر، آن را می سوزانیم سپس خاکستر آن را در دریا می پاشیم. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. معبود شما تنها الله است که جز او هیچ معبودی نیست و علمش همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ای پیامبر، این گونه از اخبار و داستانهای گذشته بر تو بازگو می کنیم و به راستی ما از جانب خود به تو قرآن پنداموز داده ایم. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. کسی که از آن روی گردان شود بیگمان در روز قیامت بار سنگینی از گناه بر دوش خواهد کشید. خالدین فیه و ساء لهم یوم القیامة حملا. جاودانه در آن عذاب خواهند ماند و چه بد است باری که کافران در قیامت خواهند کشید. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. آن روز که در سور دمیده شود و در آن روز مجرمان را که بسیار ترسیده اند با چشم و بدن کبود گرد می آوریم. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. آنان آهسته در میان خود سخن می گویند شما بیش از 10 روز در دنیا به سر نبرده اید. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا بثتم الا يوما. ما به آنچه ایشان میگویند داناتریم، آنگاه که خردمندترینشان میگوید شما تنها 1 روز به سر برده اید. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. و ای پیامبر، از تو درباره کوه‌ها می‌پرسند، پس بگو پروردگارم آنان را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد. فیذرها قاعا صفصفا. و آنها را زمینی صاف و هموار خواهد گرداند. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. زمینی که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی. یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در آن روز همه مردم
بدون هیچ مخالفتی از دعوت کننده الهی پیروی می کنند و صداها در مقابل الله رحمان به خاموشی می گراید و جز صدای آهسته و زیر لب چیزی نمی شنوی. یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد مگر کسی که الله رحمان به او اجازه داده باشد و گفتارش را پسندیده باشد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله آنچه را که انسانها در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته اند می دانند، ولی آنان به علم او احاطه ندارند. وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. و همه چهره ها در برابر پروردگار زنده پاینده فروتن می شود و آن که بار ستم بر دوش دارد ناکام و مأیوس می‌گردد. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ستمی می‌هراسد و نه از کاسته شدن پاداشش. و كذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. و بدین صورت آن را قرآنی عربی نازل کردیم و هشدارهای گوناگون در آن بیان نمودیم باشد که تقوا پیشه کنند یا این کتاب برایشان پندی پدید آورد. فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. پس بلند مرتبه است الله که فرمان روای حق است و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. و به راستی پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی آن را فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. و به یاد آور آنگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند به جز ابلیس که سر باز زد. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. پس گفتیم ای آدم بی تردید این ابلیس دشمن تو و همسرت است، پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج و مشقت میافتی. این لك الا تجوع فيها ولا تعرا. در حقیقت تو این نعمت را در بهشت داری که نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی. و انك لا تظمأ فيها ولا تضحى. و همین که در آنجا نه تشنه میگردی و نه آفتاب زده. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پس شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا می خواهی درخت جاودانگی و فرمان روایی بی زوال را نشانت دهم؟
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آنگاه از آن درخت ممنوع خوردند و شرمگاهشان بر آنان نمایان شد و شروع کردند به قرار دادن برگ درختان بهشت بر خود تا آنجا را بپوشانند و این گونه آدم از پروردگار خود سرپیچی کرد و به بیراهه رفت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سپس پروردگارش او را برگزید و توبهش را پذیرفت و او را هدایت کرد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمود شما دو تن همراه ابلیس همگی از بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود، پس اگر از سوی من برای شما رهنمودی برسد، هر کس از هدایتم پیروی کند، پس نه گمراه می شود و نه از عذاب دوزخ به رنج می افتد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. و کسی که از یاد من روی گردان شود، پس بیگمان زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برمی انگیزیم. قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. او می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی حالان که من در دنیا بینا بودم؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله می فرماید همانطور که آیات ما بر تو آمد و آنها را به فراموشی سپردی، امروز تو نیز به همان صورت فراموش می شوی. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. و کسی را که در گمراهی و گناه زیاده روی کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد این گونه کیفر می‌دهیم و یقینا عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُهَا. آیا برای هدایتشان کافی نیست که بدانند چه نسلهایی را پیش از آنان نابود کردیم که اکنون آنها در خانه های ایشان راه می روند؟ براستی در این نکته برای خردمندان نشانه های عبرت انگیز است. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. و اگر از سوی پروردگارت سخنی درباره مهلت نگذشته بود و سررسیدی معین در کار نبود، قطعا عذاب الهی در همین دنیا بر آنان لازم میشد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. پس ای پیامبر بر آنچه میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز در ساعاتی از شب و اطراف روز تسبیح گوی، باشد که از پاداش الهی خوشنود شوی. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. و هرگز به آنچه از نعمت و ثروت دنیا که گروه‌هایی از ایشان را از آنها بهره‌مند ساخته ایم چشم ندوز. اینها زینت زندگی دنیاست تا آنان را بدان بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوى. و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم بلکه به تو روزی می‌دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزکاران است. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى. مشرکان گفتند چرا محمد معجزه ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا دلایل روشنی که در کتاب های پیشین بوده برای آنان نیامده است؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. اگر ما آنان را پیش از آمدن پیامبر با عذابی هلاک می‌کردیم قطعا روز قیامت می‌گفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم؟ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى. ای پیامبر به آنان بگو همه منتظرند، شما نیز منتظر باشید، پس به زودی خواهید دانست که رهروان راه راست چه کسانی هستند و هدایت یافتگان کدامند. اِنَّهَا